اما از اردن با شدت گرفتن بحران در سوریه اردن با مسئولیت حضور پناهندگان مواجه شده است بیش از 38 هزار پناهجوی سوری در کمپ ماجرین موسم و زاتاری واقع در شمال اردن توسط سازمان ملل متحد تمویل و اداره می شوند ستاره سیج گزارشگر صدای آمریکا طی گزارشی از کمبود آب وضعیت نامناسب حفظ و صحه و طوفان های صحرایی مکرر در این کمپ خبر می دهد احمد تا ماه اگست امسال در ارتش سوریه به حیث دگروال ایفای وظیفه می نمود. اما پس از اینکه نیروهای هوایی سوریه قریه او را در درا مورد حمله قرار داد او تصمیم گرفت تا با همسر و پنج فرزندش با عبور از مرز اردن به کمپ زعتری برود او اخیرا با ارتش آزاد سوریه پیوسته و ایران نوری المالکی صدر اعظم عراق و گروه حزب را در بقای رژیم اسد مقصر می داند. ایران عراق و حزب الله را کمک می کنند. بسیاری از اسلحه اردوی سوریه ساخت ایران است و مربیان آن اعضای سپاه پاسداران وزارت دفاع ایالات متحده نگرانی خود را از حضور روزافزون ایران در سوریه ابراز نموده و می گوید ایران در حال آموزش یک گروه شبه نظامی می باشد تا رژیم اسد را در جنگ با شوریشان کمک نماید این مرد که در کلینیک کمپ مهاجرین که از سوی فرانسوی ها اداره می شود بستر می باشد او که از ذکر نامش خودداری می کند می گوید در دمشق مورد حمله قرار گرفت که در پی آن پایش قطع گردید من پسر کاکایم را دیدم که مرد. مردم زیادی را دیدم که مردند. وضعیت بسیار بد است. می خواهم رئیس جمهور کنار برود. سایر پناهندگان از دیدن صحنه های قتل عام غیر نظامیان و کشتار جنگجویان شورشی میگویند گویند. به گفته کیرن وایتینگ، کارمند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، هر شب به این کمپ حدود 500 پناهنده می آیند. So right now our focus is on getting... ما فعلا در حال آماده شدن برای زمستان است یعنی فراهم ساختن بیشتر این خانه های را که می بینید و به کسانی که خانه گرفتن نمی توانند خیمه های زمستانی فراهم خواهد شد. صدها هزار سوری در امتداد مرز با ترکیه، لبنان و عراق نیز پناهنده اند. حمایت ایران از بشار الاسد از یک سو و پشتیبانی عربستان سعودی و دیگر کشورهای سنی مذهب چون قطر از مخالفین از سوی دیگر ممکن باعث ایجاد جنگ داخلی طولانی میان سنی ها و شیعه ها گردد که سبب بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. حتی اگر اسرائیل اقدام به عملی کند که بشار برکنار شود ما قبول می کنیم حتی اسرائیل در جنگ غزه به تعدادی را که بشار کشته نکشته است از زمان اشغال اسرائیل تا حال به اندازه ای که بشار کشته آنها نکشتند دولت اسد می گوید تلاش دارد تا مردم سوریه را از شورشیان که آن را در شدفگانان می خواند حراست نماید میرویس رمانی تلویزیون آشنای امریکا واشنگتن